دوستای عزیز سلام، صحت باشین، سلامت باشین، آرام باشین و خوش باشین. دوستای خوبم، امروز ما در پغمان هستیم، برنامه مساعدت از بام سوسن گرام. دوستای خوبم، ان شاء الله که ما رو تا آخر برنامه همراه باشین. امروز خانه قایس صاحب آمدیم، بیاین قایس صاحب. شاه محمد جان، که امروز ما آمدیم تا فامیل از اینا را کمک کنیم یا همکاری کنیم. دوستای خوبم با ما باشین تا ما بریم داخل خانه شاه محمد جان و ما را هم راهی میکنن. امروی ما باشین که یک جا برنامه را ادامه بدیم. دوستای خوبم، دوستها قسمی که شما میبینین زمستان هم است و برف، میبینین که چقدر برف است و همچنان میبینین که چقدر این فامیل ما با مشکلات زندگی میکنن. بر خود یک دالیزک جور کردن به خاطر از اینکه خانهشان گرم شه و یا به خانهشان او نره. دوستای خوبم میبینین که چقدر سخت است، چقدر مشکل است که اینا به خاطر از اینکه خانهشان از برف، از گل، از چیزا پاک باشه، اینجا گرفتن بر خود یک دالیز جور کردن خودشان به دست خود، چقدر زحمت کشیدن. و اینجا تفلک های شیرین دوست داشتنی را من میبینم که چند تایش که من دیدم به چشم خود قندولک ها معیوب هستن و میبینین که هیزم هم اینا جمع کردن به زمستان خود. فکر کنم از این درخت های اینجا هستن. دوست ها ببینین چقدر مشکلات عزیزای ما زیاد هستن، چقدر یا با مشکل زندگی میکنن، چقدر زندگی بر از اینا دشوار هستن. دیگه خداوند همه اینا را کمک کنه از طریق دوست های عزیز ما. دوست های خوبم همراه ما باشین، بیاین بیاین بفرمایید. مولای صاحب سلام علیکم، خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ شما خوب هستین؟ سلام علیکم، خوب هستین؟ ساعت شما خوب است؟ بیاین بفرمایید. دوست های عزیز، ما خانه قاری صاحب آمدیم، شاه محمد و فامیلش اینجا همراه ما هستن. دوست های خوبم ببینین که چقدر اینا مشکلات دارن، از خانهشان، از اتاقشان معلوم میشه که به چی حد یا مشکلات زیاد دارن، از چی اقتصادی، از چی مشکلات هر چی که هستن بسیار زیاد هستن. و شما هم میتونین تصویر اینجا رو ببینین. پیش از اینکه من سوال کنم، از اینجا خودتان درک میکنین و میفهمین که مشکلات ای فامیل چی هستن. قاری صاحب خوش شدم که امرای خودتان هم کلام میشم. قاری صاحب بین از مشکلاتان بر ما کوتاه بگوین که شما چقدر مشکلاتان جزیات هستن. مشکلات خو داشتی دیگه نه، چیز منگ دل تا بیخی زیاد مشکل ده. وسا پر منگ دقا بخاری نده بود را ولی خاص راست خاص نشتره، نو زیاد مشکلات دی بود. من کاروبار نشته دغه ما شومان دی دغه ټول لخص دام د سه وګی ناس دی، نو په دې خاطر مانه چې مشکلات زیاد مشکلات دی. مخکې تاسو راغلی وای، تاسو ته د خدای پاک خیر درکې، دوه د په مخکې راغلی وای، نو هغه کومک هم راسره وکړ. موږ ویل بیا ستاسو د لارې نه موږ ویل چې کوم مالدار خلک هغه به موږ سره کومک وکړي چې زموږ دغه ورځ روانه شي. خو د افغانستان کې دغه بد حال ځکه ده چې ړخوګی نشته دی، یعنې موږ سه به دغه خلکو کومک کړی وای. د قیامت په ورځ باندې به د خدای پاک پوښتنه کړه چې دا دونه ضعیف او غریب خلک وو، تاسو ته کومک نه دی کړی. نو تاسو نه ډېره مننه، الله پاک دې تاسو ته اجر عظیم درکړي چې تاسو دلته پغمان ته راغلی او زموږ احوال پرسي مو وکړل او موږ لهم یو څه تیار کړل. او دا سعادتمند خلک دي چې موږ سره څوک کومک کوي، ځکه چې زموږ دغه حال دی تاسو ولیدو په خپله باندې. دا یخني ده، واورې دي، بد حال دی. الله پاک تاسو را وست از موږ پښتنه موږ را الله ډیر زیات اجر درکړي. الله سلامت باشین قایس صاحب، زنده باشین. ان شاء الله الهی همین شما را همچنان خداوند کمک کنه. دیگه دوستای خوبم میبینین که زمستان است، خودتان برف شاهد بودین و برادر ما بر ما میگه که ما نداریم که ما بخاری بانیم یا صندلی بانیم. دمی هوای سرد، دمی خانه سرد یا زندگی میکنن، امیجا سکونت میکنن. با وجود از اینکه میبینیم چقدر بر ما سردی، چقدر بر ما سخت
تمام میشه، اما اینا تحمل میکنن. چرا؟ به خاطر که ندارن. حتی میبینین دوستای عزیز، فکر کنم خواهیتون چکک میکنن او را، به خاطر چکک موندین لگنداره. دوستای خوبم حتی خانهشان چکک میکنن، لگنداره موندن. فکر کنین با وجود از اینکه از خانهشان هاو هم میایه، اما یادمی خانه سر زندگی میکنن. خواهی صاحب شما میشه بر ما بگوین که چند اولاد دارین شما؟ ولا هم دغه اولاد دی، زما دغه لس دولس اولاد دی. څه معیوب دی او څه روغ دی، همدغه څه جینکۍ دی، دوه هلکان دی، یو دغه دی یو هغه دی. آها، یعنی اولادک معیوب هم هستن. چند دانش معیوب هسته خالی صاحب؟ دغه یو شپږ دانې معیوبه دی، شپږ دانې معیوبه دی. او نور روغ دی، هغه مریم روغه ده. د دې یو لاس دسې دی، د هغې دواړه لاس دخشان دي. او د هغې بلې دغه دواړه لاس دسې دي دغه. او دا لاسم دغه شان ته راغه، دا حساب خراب دی هغه. خو زګه که ها، دا حساب څه کمزوري بو ست تداوی ازره نه کړین خپل صاحب. ولا تداوی خو دغه تداوی کیږي، حساب چی خراب دی کنه. او تداوی شمه وای دغه کیږي. مونږ اوس چی نه لرو چې تداوی لوکو، هیڅ چی نه لرو. دغه وای دلته شپخانه ده، وای کی دا حساب تداوی کیږي، څه څه کم کمزوري ده کنه. اها، تداوی از میشه، ما پیسې نه سه تداوی از سره پاکستان زره ده. دغه چې ده د زړه سوري ده تداوی. اها، دغه چې ده وړه کوي دا وای زلوی سوري ده. وای دا به ایست سره مشته مونږ ته ویل، وای کرایا و تیار کی چې ده مونږ دغه وکړو. دا مونږ سه پیسې نشته چې ورشو. دغه کاغذ ده راکړي ده، وای دا کاغذ نه دی. وای د دې زړه سوري ده راول چې بوځي چې روغ شي. نو دغه اوس امکانات نه لرو، امکانات نه لرو. خدای پاک دې امکانات مونږ ته برابر کی، ان شاء الله. اوس مونږ دلته دا تاسو طریقه زکه دلته کې ناس تو غره مونږ چاته وې ووم نه. په دې خاطر مانه مونږ وره کې ګا الله پاک به دا هر څه برابر کی. خو تاسو الله پاک را وستر اس مونږ پختنه مونږ له کوچا کومک وو کام خدای دې څه خو کې کو نه کام خدای دې څه خو کې نه. زنده باشین، سلامت باشین، ما در خدمت شما هستیم. دوست های عزیز ما هستن که شما را یاد میکنه، فکرشان بر شما است و همیشه بر ما میگن که ما بیاییم مثل فامیل های شما را کمک کنیم، همکاری کنیم. خداوند بر روزنا هم اجر ثواب بده، خداوند شما را هم کمک کنه و دوست های خوبم هم هر کجایی که هستن میتونن به فامیل عزیز ما کمک کنن. همچون فامیل های عزیز زیاد داریم که کمک شما را بسیار برشان مهم است و کمک شما میخواین. و دوست های عزیزم شما هم فراموش نکنین همچون فامیل های عزیزم. کاکو جان، خودتان چند دختر دارین، چند پسر دارین؟ والا دغه یو اته دانه لورګان لرم، دغه یو دغه دغه وراندار دادم دم خزا. کاکو جان میشه که دانه دانه کلشه بر ما معرفی کنین بگوین؟ دغه دغه نوم ده، دغه احمد نوم ده، دغه آ عبدالحق نوم ده. آ عبدالحق دغه بل ازله چې سوره ده، دغه جنې نازمین نوم ده، دغه حبیب نوم ده، آغه مریم ده، آغه آغه خو دغه صاحبه ده، دخترایتان است. او آغه د برخنا و دغه حساب چی خراب دي، اته بر آغه د ماجر و آغه خو تا دسی مختلف نمونه متوقستی دی نو. باز اینا یکیش دختر تان است؟ دغه هم دغه هم ده. او دا بل وړه چې ده، دا دته دغه ویو مونږه دغه ته بلبله ویو، دغه ته چې په دغه کې نیولې داسې بلبله کوته ویو. چګک تان از دغه قندلکه نو سر زبان آمده برتان شیرین است. خیر وسیف دم دغه اولادم ده، تاسو خپل باندې یینه یار څه خپل تاسو ته یینه یو لراغلی وینو. قایس صاحب، اینجا که شما زندگی میکنین، خانه از خودتان است یا کرامیت؟ نه ده، خب هغه وړاندې تاسو یو دفعه راغلی وی وړاندې، هلته هغه کور کې نه برق و نه پکې اوبه وې. خو دا یو سړی خبر شوی و دا تاسو چې دا راغلی وی. بیا ما ته راغی ویل چې دا تاسو قلای ملک کې وی، ما بیخي لیدلی نه وی. وای دې زما کور کې کینې، یو اوبه م لري یو برق م لري. هغه راته راکړه، همداسې موږ ته راته راکړه. بس همیشه برقتان است اینجا؟ او نه، برقونه خو چېرته یو ورځ نیم راشي، نور نشته ره، برقونه نشته ره. چې برقونه وی موږ بل بیا هم ښه وی، نه برق لرو نه خاص لرو، هیڅ شی نه لرو. همداسې بس الله دا وخت تېروي، الله پاک دا وخت تېروي. باز چقدر کرام میتین از خانیتان کاکا جان؟ والا کرای نه ورکو. نه میتین کرای څه نه دي ویلي، نه ورکو. هسې سړی دغه دروغ نه شي ویلی، دا میاشت نیمه کېږي راغلي وو که نه. هماغه ځینه یو دفعه تاسو راغلي وو کور ته، هغه څومره مشکل وو.
ټول خاطی وې دی چې پوری وب کې مخ خې دی زیات زیات راځه اوس خو خدای شکر دا چې دا کور موږ ته خدای پاک پیدا کړو دا کور لراغلو او خدای پاک دې بیا هم موږ ته وای چې ته پسار لېشو بیا و تاسو بل کور لزی او جیمی کې تاسو دې کې کې نه بیا موږ وړو کې خپل راځو مال ځم دا څلور میاشتم ډیر شه دا چې یو وخت تیر شي بس چه وقت میشه اینجا هستین در پخمان شما؟ ما یو وکاله کیگی از کجا آمدین اینجا در پخمان؟ از کنار از کنار از کنار خداوند مهربان است، خداوند مهربان است انشالله خداوند خودش نهایت با رحم است. اینا شما هم میبینین که چقدر خداوند رحم روشنی خدا میکنه که از طریق دوستهای ما بر شما اینا چیزی که از توانشان میشه میارن و ما واسطه میشیم که بر شما تسلیم کنیم. خداوند خودش مهربان است، شما هیچ وقت ناامید نشین انشالله که همیشه. آها خوراک قند و نمک چی هستن؟ حبیبه حبیبه جان، حبیبه جان خودت مکتب میری؟ نی نمیرم، اینجا کوچ میکنم، یک جا بریم نصف مکتب بخوانم، باز دیگه ازم بان کوچ کنم، باز دیگه جای هیچ مکتب ازم یعنی نمیشه. باز اینجا برتان مکتب نزدیک نیست، اگه حالو بری خود شامل کنی؟ نی علی خورس ختم شد، مکتبم دور از سوسون است. خو چی ارزو داری قندولک؟ ما این ارزو دارم که مکتب بخوانم، ما چیز شو. باز مدرسه نمیری اینجا؟ نی مدرسه نمیری. خو قندولک خودت چی گفتنی داری به کسایی که خودت کمک کنن؟ ما باید مکتب برم، یک جای بشینم که خانه صحیح باشه، مکتب برم، ما باید مکتب بخوانم. آها خداوند مهربان است، انشالله مکتب وقت میخوانی. خواهرک قند ما نامک خودت چی هست؟ صایبه. صایبه جان خدا که تو هم معیوب هستی؟ آه ما معیوب هستم. آها خواهرکم خودت چی آرزو داری و این کسایی که میبینی که خوب هستن خودت چی حس میداشته باشی؟ در دلت چی میگرده که اونا خوب هستن من نیستم؟ آرزوها خود زیاد هستن، مگم بسیار زیاد است. خود دیگه آرزو داریم که یک خانه خوبش داشته باشیم، یک زندگی خوبش دیگه مثل دیگر آوری دیگر را که زندگی میکنه و رقمی ما هم زندگی کنیم، زندگی ما خوب شو. خداوند مهربان است، شما ناامید نشین انشالله که خداوند صدای شما را میشنوه. خوارک قند ما دستکایت میشه بر من نشان بدی خوار شیرینم؟ آها قندولکه خیر است، خیر است، خداوند مهربان است، هیچ تشویش نکو، این همه امتحان خداوند است، هیچ خوراکم نامید نشد، درست است؟ انشالله پیش خاله جان قندم برم. خاله جان قند خودت چی آرزو داری؟ چی گفتنی داری به کسایی که خودت کمک میکنن؟ ما در ماشومان طول از پلاستیک را طوله یا خاص نلرو، دقیقا پردی کور که نستی و چه کک کهی بخاره ایم نلرو چاره ایم در طول ایوانان مایی بری پلاستیکو نا طوله چی کلا باران نی پلاستیک طوله ورته بلو چی پلاستیک باران وری گی به پلاستیک نی طوله گیم دقیقا سی نستی و چاره ای نلرو. آه خاله جان خیر است، خداوند مهربان است، خاله جان خداوند مهربان است، شما ناامید نشین انشالله که میتونن هموطنهای عزیز ما بر شما کمک کنن. پیش خوارک قند ما میریم، میگن دوستای خوبم این خوارک عزیز ما کی هست؟ یک کمک مشکل روانی دارن و چی هست؟ درست نمیفهمن قندولک شیرینک. قندولک خوب است شیرینک؟ خداوند خوب است، بمرای ما گپ میزنی؟ خدا نرزلتی ما خوار خونده تست ممرای ما دوست میشی؟ نیسی دوستای خوبم میبینن که چقدر دردآور است، چقدر سخت است. دوستای خوبم شما هم میتونین به همچو فامیل های عزیز کمک کنین، دستشان بگیرین. میبینن که چقدر فامیل های ما در مشکل هستن، چقدر به سختی زندگی خود را پیش میبرن با دشواری های بسیار زیاد. خودتان هم دیدین، هر کدام شاین میبینین پیش چشمتان. ما دعا میکنیم که همیشه شما اینا را کمک کنین و دستشان بگیرین. خب دوستای خوبم باز هم تشکر بسیار داد از عزیزایی که کمک میکنن همچون فامیل ها را و بر ما چیزی که میخواین تسلیم میکنن و ما بر از اینا میاریم. باز هم دوستای خوبم میگم که شماره های ما زیر نویس میشه، شما هم میتونین که همچون فامیل ها را کمک کنین، دستشان را بگیرین. و دوستای خوبم ما هم نظر مالی در فامیل عزیز ما با اقتصاد از اینا ضعیف هستن که نتونستن مالیده آماده بسازن،
اینقدر برای اینا مشکل بود. ما هم پیش از پیش مالیده را آماده ساختیم دوستای خوبم و مالیده را هم قسمی که در برنامه های دیگه برتان میگم، مالیده را ما به خاطر همچو فامیل های عزیز مد نظر گرفتیم که برکت به برکت عظمی مالیده به همچو فامیل ها برکت بفته، به اقتصادشان، به مشکلاتشان، خداوند مشکلاتشان حل کنه، اقتصادشان خوب کنه، انشالله زندگی خوب آرام داشته باشن مثل فامیل قاری صاحب. دوستای خوبم نظر مالیده هم داریم، نظر مالیده رو میگیریم و به دوستای ما، به همسایه ها باز تسلیم میکنیم در اخیر برنامه. قاری صاحب، خودتان نانوار خانه خودتان کی هست در فامیل؟ من خپلمانه باز دم دلتا وزیه گونو نور توک نشترم در خپلمانه. خودتان هستین، باز چی کار میکنین؟ هیچ کار نکو، بس دقا سبق و قرآن شریف میوله ده کنه، بس چوک راشی دم میکم درس میدادیم، بس دم کم یا چوک یا سل روپای یا پانزوز روپای را لرا که ده شکرانه نور چیه نشتره با امداغه تناستی و خیره درس میدادین، به اطفال عزیز درس میدادن، مدرسه داشتن در خانه و قرآن کریم برشان آموزش میدادن. خوب کاکا جان دیگه، یعنی برتان از او چی میشد؟ این مشکلات شما رو فکر نمیکنم که او قلب سازه، باز شما چطور زندگی را ادامه میتین؟ زما خو داسه دا کنه مشکلات با خلق کم مشکلی وای، یا خو داسه دا گورت ما دغه دا خزه مریض شولا بل ورزی استقلال شپ خانه ته میوړل دغه ته چی وته لو در بس موټر هم نشنی وله، یا مرسیډیز ودرت وای دې معنی چی چل شوی دا چدا مالدا مال تکلیف لري شپخانه ته وړم، هغه مرسیډیز والا غچور لیک کا تک لوم د سیوی وړه مال ته آل ته شپخانه ته نه وته نه دا نه سای تکلیف لري مال ته غزنانه راغله لو، بس د زمانه د سیرب د درباس موټر نه د مریض خراب شو، درباس موټر منه شنو ولا د درباس موټر نه مریض خراب شو کنه، وس دغه مریضی یو خاطه کا دلتا دی بل طرف ته دغه خوراک بل خواته کا دغه وسیدو زه بل خواته کا ډیر مشکلات دی، مونږ تاسو ته کوم مشکل ویو کنه، خود سیدا چې الله پاک دې مونږ مشکل برابر کی، الله پاک دې مونږ مشکل برابر کی، نور خود سیدا چې و دې بندگانو ته دا مشکل خود لم خه کار نه دی، خو مونږ په دې خاطر ویو چې مونږ نور د ولګ نه مرو چې نه لرو، نو په دې خاطر مانه کې څنګه قرآن شریف کې الله پاک وایي چې بل تاسو بل چاته به مشکل نه وي، صرف الله پاک ته مشکل بیانې، نو مونږ په دې خاطر وایو چې یاره دا خلکو سو مالدار مالدار خلک دي، پیسې لري، پیسه دار دي، دا زمونږ आवाज اوري، مونږ له چی نه رالیږي، نو دا به د قیامت پر ورځ مانه الله پاک ته څه وایي چې تاسو د زکات نه ورکوئ، زکات خو سم ورکوئ چې به ورکوئ مستحق له ورکه چې هغه خو په هغه ورځ روانه شي کنه، وس زکات خلک خلکو له ورکه چونی می پکې دلته چې زمنګ دا دا بچی کو دا غل لاړ شي دا ځکه چې وعده کړي یا چې ته چا خیرات کړي، اما خلکو له خټ وړي ورکه چونی می پکې وس په دې نوم نه کېږي ته لاغه پاتې شي وړي وړي ورکه دا خلکو نه چې پاتې شي هغه له ورکه، نو خدای پاک دې زمنګ دا مشکل حل کی، او تاسو چې زمنګ پښتنه وکړه الله پاک دې تاسو دنیا او آخرت خوښته کی، او چا چې را لګیلې و یا غیره دې الله پاک اجر ورکړي، زنده باشین، سلامت باشین، شما را همچنان با سمسایتان این جمعیتان کمک نمیکنه والا، خو بس یو ورځ به چرته ډوډۍ ورکړي بله ورځ به ډوډۍ ورکړي، همسایهګان غریب به شتره داسې بعضې خلک یو وخت کې چیه را لیږي، خو زموږ مشکل نه حل کېږي، به زموږ مشکل به نه حل کېږي تا بل امرتون تو کس نشده که کمک کنه از طرف کسی کدام پیسه دار یا نه، تر اوسه پورې هیچ چا کمک نه دی کړی، زه خفه په دې یم چې ما اوسه پورې د ستاسو د طریقه نه د تلویزیون د طریقه نه ما چا ته نه ویلی، دا اوس په دې خپه شوم چې ما دلته تلویزیون د تاریخ خلکو ته وویل چې زه داسې غریب یم، مسافر یم، دلته چی نه لرم، تر اوسه پورې یقین په خدای وکړه ستاسو نه علاوه موږ ته چا چی نه دي راکړي، همدغه ستاسو چې راشي موږ ته دغه کومک راکوي، د دغې نه علاوه هیچ چا چی نه دي رالیږلي، نو تاسو ته د الله پاک اجر درکړي چې تاسو راغلئ زموږ پوښتنه مو کړه، او زه الله پاک دې د هر چا ملګری شي، الله العالمین دې د هر چا
مرسته و کمک بکی. زنده باشین لایامین همه ما شما را خداوند خودش مهربان هستن. دوستای خوبم خودتان میبینین که چقدر مشکلات فامیل عزیز ما زیاد هسته، چقدر اینا با مشکل زندگی میکنن. دوستای خوبم شما هم میتونین همچی فامیل ها را کمک کنین، اگر از توانتان هست، اگر میتونین، اگر توانمندیشو دارین، دست همچی فامیل های عزیز بگیرین و با دعایشان شما شریک شوین، چون دعای از اینا بسیار زیاد برای ما شاید بسیار خوب باشه و دعای از اینا زود قبول شوه با درگاه خداوند جل جلاله، چون اینا هر لحظه شان در درد است، در رنج است و اینا خودشان میفهمند که چقدر زندگی خدا به مشکل ادامه میتن. دوستای خوبم شما هم میتونین که همچون فامیل های عزیز کمک کنین، ما هم با شما کمک میکنیم، وسیله میشیم. میتونین که بر ما به این شماره هر کمکی که میخواین ارسال کنین و ما هم به همچون فامیل های عزیز تسلیم میکنیم. دوستای عزیز، دوست عزیز ما که به این فامیل کمک کرده، 10,000 افغانی کمک کرده که نخواسته نامش ذکر شوه و یا ما در کمره خود نامش ذکر کنیم و یا بویم، ما از طرف این فامیل، از طرف خود بسیار زیاد تشکری میکنم از دوست عزیز ما که قدر مهربانی بزرگ کرده. خداوند حج و ثواب شه بر از اینا بوده. قاری صاحب، خودتان چی گفتنی دارین به کسی که بر شما کمک کرده و نخواسته که نام خدا ذکر کنه و یا نام خدا بگویه، بدون از اینکه نام خدا بگویه بر شما پیسه داده که بر شما بدیم؟ بس ده هر چا چې دا کومک کله یا الله پاک دې اجر عظیم ورکړي او الله پاک دې دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله پاک دې کامیاب کړي دنیا او په آخرت کې. همدغه شان صدقه هم داسې قبولیږي چې د چا ذکر ونه شي، د چا نوم وانه خستل شي او دغه کومک وکړي، نو الله په دربار کې زیات قبولیږي. هر چا چې دا کومک کله یا الله دنیا او آخرت ښایسته کړي او الله دې کامیاب کړي. الهی امین، الهی امین، زنده باشین، کاکا جان سلامت باشین. ایام پیسې تان را میخوایم برتان تسلیم کنم. اینه کاکا جان، 1,000، 2,000، 3,000، 4,000، 5,000، 6,000، 7,000، 8,000، 9,000، ایام 10,000. اینه کاکا جان، ای تسلیم شما. خیر باشه. آها، انشالله که با خیر استفادهش کنین، برکت بفته به می پیسه که دو چند شوه انشالله برتان، از دیگه جایا هم برتان کمک شوه انشالله، همه مشکلاتی که دارین انشالله رفع شوه. و دوست عزیز محباس هم بسیار زیاد سپاسگزاری میکنیم که درد همچون فامیل ها را اینا درک میکنن و هم دردی میکنن، دستشان رو میگیره. خیلی سپاسگزاری میکنیم، تشکر بسیار زیاد. و دوستای خوبم شما هم میتونین که همچون فامیل ها را کمک کنین، دستشان را بگیرین، ما هم بر شما وسیله میشیم. از طریق ما میتونین که کمک کنین و ما به همچون فامیل های عزیز میاریم یا تسلیم میسازیم. دوستای عزیز، خانه قاری صاحب در پخمان است، در قریه قلای ملک است. دوستای خوبم شما هم اگر میتونید کمک کنین، آدرس دقیق بر شما گفتم. و دوستای خوبم شما هم دیدین که قاری صاحب چقدر مشکلات داشت، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، مشکلاتشان خیلی زیاد بود. دوستای خوبم همه اینا را ما بر شما گفتیم، کمکی که هم 10,000 عزیز ما کرده بود او را هم تسلیم ساختیم. و شما هم اگر میخواین نمبر ما زیر نویس میشه، شما هم میتونین هر کمک که شما میکنین بر ما روان کنین و انشالله ما هم به نیازمندان و یا مستحقین تسلیم میسازیم. دوستای خوبم، برنامه ما به پایان رسید. چینل یوتیوب کابل وایس پلاس را سابسکرایب کنین، فراموش تان نشه، و زنگوله را فشار بدین که از برنامه های بعدی ما با خبر باشین. دوستای خوبم، برنامه ما به اینجا پایان رسید. دلتان شاد باشه، روانتان آرام باشه و تنتان سالم باشه. خدا نگهدار همه شما.